ساعتی پیش مجلس عراق شاهد اولین جلسه دور پنجم خودش بود. اعضای فراکسیون جریان صدر یعنی جریان پیروز در انتخابات این کشور به صورت کفن‌پوش در افتتاحیه مجلس عراق حاضر شدند. این در حالیه که هیئت هماهنگی گروه‌های شیعی خودش رو فراکسیون اکثریت در مجلس عراق توصیف کرده و همین امر منجر به زد و خورد در مجلس این کشور شده، تا جایی که محمود المشهدانی رئیس سنی مجلس عراق به بیمارستان منتقل شد. همکارم ترسکه صادقی از اربیل عراق با ما همراه شده. ترسکه، خب مسئله تشکیل دولت هم مطرحه، از تو بشنویم که امروز که روز جنجالی هم بود در مجلس چه گذشت؟ خب امروز روز جنجالی بود در کل عراق. البته قبل از اینکه نشست مجلس برگزار بشه یک خبری در رسانه ها منتشر شد. یکی از فرماندهان نظامی سرای سلام تحت فرمان مقتدا صدر به اسم مسلم ایدان الکعبی که به قتل رسیده بود، آثار گلوله 11 گلوله بر جسدش دیده شده و پلیس گفته بود که تحقیق میکنه. بلافاصله منابع مطلع به رسانه‌های عراقی گفته بودند که اصحاب اهل‌الحق و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی اون رو ترور کردند در استان میسان، از جهت اینکه در از سال 2019 تا کنون چندین بار اون توسط این گروه‌ها تهدید شده بود. این خبر و در کنار اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید امروز قرار بود که ساعت 11 به وقت محلی مجلس نمایندگان عراق جلسه تشکیل بده، 5 ساعت حدود 5 ساعت به تأخیر افتاد جلسه تشکیل شد، اما بعدن زد و خوردهایی به وجود اومد. بعد از اینکه گروه ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی یک سندی رو به رئیس پارلمان داده بودن و گفته بودن که ما اکثریت هستیم، باعث شد که نمایندگان صدری که البته با لباس نظامی و کفن امروز به مجلس رفته بودند با نمایندگان گروه های شبه نظامی و ائتلاف دولت قانون درگیر بشن. ساعتی حدوداً یک ساعتی به تأخیر افتاد، دوباره جلسه شروع شد. اما چیزی که در حال حاضر وجود داره اینه که امروز فقط رئیس مجلس انتخاب میشه، احتمال داره محمد حلبوسی باشه، ولی خب فضا همچنان در عراق پر التهابه و هیچ هماهنگی بین جریان‌های شیعه وجود نداره و مشخص نیست حالا در روزهای آینده و کی تحت این شرایطی که هست دولت آینده تشکیل میشه. ممنونم از تو همکارم ترسکه صادقی از اربیل عراق با ما همراه بود. تصاویر زنده‌ای رو همزمان با صحبت‌های ترسکه از انتخاب رئیس مجلس عراق مشاهده می‌کردید.